ماتریس نیومت قبلا تعریف شده است. تایپ این ماتریس از نوع نیومریک می باشد. متغیر کالر برداری از نوع کاراکتر حاوی رنگ چشم افراد با استفاده از تابع آربایند این بردار را به ماتریس نیومت اضافه می کنم. تایپ ماتریس نیومت به کاراکتر تغییر می کند. جهت حل این مشکل از دیتا فریم ها استفاده می شود. در حقیقت دیتا فریم ها ماتریس هایی هستند که می توان داده هایی از تایپ مختلف در آنها ذخیره کرد. جهت تعریف یک دیتا فریم یکی از روش ها استفاده از تابع دیتا فریم است. به عنوان مثال دیتا فریمی با استفاده از بردارهای های آیدی، هیت، ویت، آی کالر، جندر که قبلا تعریف شده است به اضافه بردار استیتوس ایجاد می کنم. در زمان تعریف دیتا فریم به طور پیشفرز بردار کاراکتری به تایپ فاکتور تبدیل می شوند. چون نمیخواهم بردار آی کالر، به تایپ فاکتور تبدیل شود مقدار آرگومان استرینگ از فاکتورز را فالس می کنم. متغیر دیتا نمایش داده شده است. با استفاده از تابع ویو نیز می توان این متغیر را مشاهده نمود. این متغیر از نوع دیتا فریم است. خروجی تابع استیار نشان می دهد که تایپ بردارهای آیدی، هیت و ویت از نوع نیومریک، آی کالر از نوع کاراکتر، سکس از نوع فاکتور و استیتوس از نوع لاجیکال می باشد. این دیتا فریم حاوی 5 سطر و 6 ستون می باشد. جهت بازیابی داده ها می توان از ایندکس سطر و ستون و یا نام ستون ها استفاده نمود. در اولین مثال داده های سطر اول در مثال بعد داده های ستون دوم و در ادامه سومین مشاهده از ستون ویت بازیابی شده است. روش دیگر استخراج داده استفاده از دالر ساین به همراه نام ستون مربوط است. به عنوان مثال در اینجا اطلاعات مربوط به ستون هیت و استیتوس استخراج شده است. به علاوه با ترکیب دالر ساین و اسکوئر براکت می توان یک مشاهده خاص را استخراج نمود. به عنوان مثال در اینجا دومین مشاهده از ستون آیکالر کالر استخراج شده است. اغلب دیتاست های موجود در آر از نوع دیتا فریم می باشد. به عنوان مثال به دیتاست ست ایر کوالیتی اشاره می کنم. خروجی تابع سیار نشان می دهد که این دیتا فریم از داده هایی با تایپ اینتجر و نیومریک تشکیل شده است. دیتا فریم ها همانند ماتریس ها بردارهایی با اندازه یکسان را ذخیره می کنند. در ادامه آبجکت لیست بررسی خواهد شد.